درود بر شما همراهان گرامی کانال خبرچین اینترنشنال و یک مشت خبرنگار توییت زنش شش روز از صبح تا شب از احتمال حمله قرب به رژیم با موشک های سنگر شکن حرف زدند و هزاران فالوئر گرفتند. یادتونه که گفته شد سر و صدای بیخود علامت مذاکراته همین حضرات دو دقیقه بعد از آزادی اسدی دیپلمات تروریست رژیم به یافه آدم های شاخ در و متعجب را گرفتن و اخبار اسدی رو پوشش دادن و دوباره فالوئر گرفتن چرا کسی یادش نیست که این رسانه بدون اینکه علائم یا اخبار خاصی باشه شش روز در حال تبلیغ حمله آمریکا به تأسیسات اتمی رژیم بود بازی با افکار عمومی یعنی همین که هماهنگ مردم رو ببری سمت اخبار قلابی درباره نزاع دو طرف تا کسی حواسش نره به این سمت که دارن مذاکره میکنن تا مردم فشار اجتماعی به سیاستمداران غربی وارد نکنن و شاید یادتون نیاد ولی یک زمانی پوریا زراعتی به اینترنشنال تکه مینداخت و حمله میکرد ولی چرخ فلک کاری کرد که پوریا زراعتی به خاطر منافعش سفیدچویی تجزیه طلب و مجاهد هم کنار بیاد زراعتی از اول مهره چپانده شده تو منوتو بود این توییتاش هم رد گم کنی بود و از همان برنامه های منوتو شروع کرد صادراتی ها رو پروموت کردن وقتی هدف اصلی که مبارزه با نظام و جمهوری اسلامی عوض میشه و تمام این بیوجدان ها روی اصلی خودشون رو نشان میدن وقتی برای طرف فرقی نمیکنه که کدوم طرفیه و فقط و فقط به فکر منافع شخصی خودشه این افراد همچین توییت هایی میزنن امثال پوریا زراعتی ها رو باید سپورت به پرویز ثابتی بزرگ تا بدونن خط و نشان کشیدن برای ایران با مهره های سوخته عواقب بدی برای اونها خواهد داشت اینا همه یه فرداد فرهزاد درون دارن فقط فرقش اینه اون اعتراف کرد برای پول برای کیهان شریعت مداری هم کار کنه ولی این نادما اعتراف نمیکنن کنن، سر صدا کار میکنن حتی برای کیهان حالا باید بدونیم که اینترنشنال چگونه فامیل در فامیل اداره میشه باند مهرنگیز و دختران مهرنگیز کار آزاده پورزن و لیلی پورزن دوم شیرین عبادی و دخترش نرگس توسلیان خبرنگار اینترنشنال سوم پیگاه بنی هاشمی و مریم بنی هاشمی چهارم عبدالله محتدی و ناهید بهمنی زن و شوهر سازمانی کموله پنجم فرزیا ثابتی خبرنگار اینترنشنال و روح الله رحیم پور ششم سیما ثابت مجری اینترنشنال و سامان رسول پور خبرنگار اینترنشنال هفتم لادن برومند و رویا برومند هشتم علی شیرازی خبرنگار اینترنشنال و فریبا شیرازی مجری اینترنشنال نهم نگین شیراقایی و نرجس شیراقایی دهم نعیم دوستدار نویسنده کتاب مجموعه حکایت های از زندگی امام رضا و شوهرش رضا حاجی حسینی یازدهم فرج سرکوهی پدر و آرش سرکوهی پسر دوازدهم رضا علیجانی پدر و ارشاد علیجانی پسر سیزدهم زهرا علیپور مجری ورزشی اینترنشنال و شوهرش آرش بهمنی چهاردهم کامیار بهرنگ گیاهچی دبیر ارشد اینترنشنال و همسرش پریسا صادقی مجری اینترنشنال پانزدهم فرهناز مجری اینترنشنال و بهنود نورپنا مسئول دعوت مهمانان به برنامه های اینترنشنال و خواهرزاده صادق زیبا کلام و اینکه آیا میدونید اولین حامی دریا صفایی چه جریانی بود جالبه بدونید که سال 96 وقتی هیچ کسی دریا صفایی رو نمیشناخت چون در آن زمان صرفا او یک شهروند ایرانی ساکن بلژیک بود این رسانه های اصلاح طلبی مثل انصاف نیوز بودند که مشغول تبلیغ این خانم بودند اسدی بازداشت شد دریا صفایی وارد ماجرا شد و در تمام رسانه ها اونها رو موفقیت خودش معرفی کرد و گفت که رژیم دیگه کاری نمیتونه بکنه و بعد از مدتی این مزدور رژیم با سکوت دریا صفایی آزاد شد حالا دریا صفایی با حضور در تلویزیون ها میگه ببینید رژیم چقدر قدرت داشت حرفش به کرسی نشست این حرف چه پیامی داره یعنی ما با رژیم مبارزه کردیم شکست خوردیم اینا خیلی قوی هن. شما هم وارد مبارزه نشید که شکست میخورید به همین سادگی برای رژیم درمانده اقتدار تراشی میکنه اما زهی خیال باطل و این ویدئوی معصومه علی نژاد و دریا صفایی همسر سعید بشیرتاش در کنار ساحله که ارعر کنان به اسم حمایت از مردم ایران بودجه به جیب میزنن و به ریش من و تو میخندند مسئله یه عده میگن که تو ادعای رهبری اعتراضای ایران داری چه ادعایی ادعای داری؟ معلومه که دارم هشتگم براش رو انداختم گفتم من رهبرم آره نترسین زن ایرانی هرگز این سیلی محکم که نادر سلطانپور از شاهزاده رضا پهلوی خورد رو فراموش نمی کنم. او که نان ساواک رو خورده و به ملتش پشت کرد. آیا شما خودتون رهبر این اعتراض ها میدونید؟ ببینید من فکر نمی کنم هیچ رهبری رو در تاریخ دیده اید که ادعای رهبری کرده باشه. مردم رهبرانشون رو تعیین میکنند بنابراین من توجه همین هستش که کارم رو درست انجام بدن و این به مردم ایران هست که انتخاب بکنن که چه کسی رو دنبال رو خواهند بود یا نخواهند. این هفته اینترنشنال یه برنامه برای سفیدشویی تروریست های و دموکرات کردستان نیاز داره دوستانی که در اعتراضات 1401 می گفتن امثال جوانمردی و محتدی و خالد عزیزی تجزیه طلب جدایی طلب نیستند و اینها تهمت های جمهوری اسلامیه باعث ترس خیلی ها از براندازی شدن. من از ویرانی طلبان نمی ترسم. از سادگی دوستان می ترسم که حراساوره مثل مزخرفین خلق و جمهوری اسلامی بچه های مبارز باید سریع در مقابل اینها هم اعلام موزه کنند تا دل خیلی از مردم قرص بشه و روی جمهوری اسلامی سیاه. اگر آینده برای مردم روشن باشه جمهوری نکبت اسلامی چند روزه فیتیل پیچه و اون روز نزدیکه شعار جانم فدای ایران و جاوید شا کوتاهترین راه نابودی جمهوری نکبت اسلامیه یک حرف کلی رو من بزنم خانم ثابت عزیز مشروط خواهی رو بسیاری از مشروط خواهان هستن که آدم های معتدلی هستن و نظر خودش رو پیگیری میکنن ولی بخشی از این افراد یا پادشاهی خواهان مشروط خواهی رو با ملیگرایی گره،, گره, زدن در صورتی که این شکلی نیست شما میتونی مشروط خواه نباشی و ملیگرا باشی و وطن پرست باشی من نظر من وطن پرستی ملک طلق کسی نیست باید به حامد استالینیون گفت که ادبیات وطن پرستی جامعه فاخریه که بر تن و اندام میهنگریزانه بیان و کلام سیاسی شما زار میزنه حالا هرچه اصرار ببرزی که وطن پرستی ملک طلق کسی نیست در این روزها که هفت مرزبان دلیل ایران جان دادن کجا بودی که بر ملک مشاعتون بنگری و اینکه یک پرسش آسان مگر این دنیای بیشرافت و اخلاق از بام تا شام خودش رو با حقوق بشر جر نمیده و سازمان های فسقلی جور و جور رو جایزه های دوزاری حقوق بشری و حشری و غیره برای پدافند از حقوق بشر به راه ننداختن تنها در یک مورد واضح هواپیمایی رو با همه سرنشینانش زدن و یکی از فجیع ترین کشدار تاریخ رقم خورد. سپس سپاه پاستاران با زبان خودش بارها گفت که ما این هواپیما رو زدیم. خب حالا چرا این دنیای بیشرافت کثیف همچنان با همین سپاه و رژیمش تعامل های گوناگون داره و دل میده و قلوه میگیره؟ یک پرسش ساده که پاسخ آن هم ساده است و ما رو آگاه و بیدار میکنه که دلبستن به غرب و کشورهای لاشی غربی و سران دوزاریشون نه تنها ایران رو به رهایی نخواهد رسون بلکه روز به روز بر سیه روزی و فلاکت ملت خواهد افزود و در انتها نابودی تمام و کمال ایرانمون رو با چشمان خودمون خواهیم دید تنها راه باز پسگیری ایران خود ما ملت ایرانیم با فریادهای ایرانگرایانه امروز جمهوری اسلامی به عنوان نائب رئیس مجمع عمومی سازمان ملل انتخاب شد. بهتون ثابت شد افتاد کل جریان چیه تمام کشورهای همسایه آلمان و انگلیس و آمریکا و فرانسه و غیره از داغون بودن ایران ما منفعت میبرند کل دنیا میدونه که اگر حاکمیت در ایران تغییر کنه و به دست میهم پرستان بیفته میلیاردها دلار باید متضرر بشن بنابراین مطمئن باشید کمکی به ما انقلابیون راه آزادی نمی کنن. بلند شد دلاور رو دست روی زانوی خودت بذار که روی پا مردن صد شرف داره به روی زانو زیستن. ایرانی طلبان، ویرانی طلبان، اصلاح طلبان و فاند بگیران چهار بازیگر سیاسی ایرانمون هستند. ما راهی به جز حمایت از ایران دوستان و ملیگرایان برای یک گذار روشن از جمهوری نکبت نداریم. 45 ساله که هر سه گروه مخالف ملیگرایی ایرانی اجازه ستاره شدن به هیچ چهره شریف و غیر وابسته ای رو نداده و نمیدن وگرنه ما به جز شاهزاده رضا پهلوی کسان زیادی رو در جبهه یک پارچه داریم که در سانسور خبریان مردم عادی فقط نام شاهزاده رضا پهلوی رو در یک طرف ماجرا میشنوند اما دهها انسان بزرگ و تعداد زیادی حزب سیاسی در کنار ایشان هستند یعنی اپوزیسیون اصلی متحد و یک پارچه است برای ایران برای آینده رضا دوم پادشاه در تبعید ماست اگر ایشان از روی نجابت میگه که صندوق رای نتیجه نظام آینده رو مشخص خواهد کرد صرفا از روی لطف و مهربانی ایشان به قشر جفتک انداز و تروریست جمهوری طلبه و نبیشتر جان کلام این که اینترنشنال و رسانه های مشابه آن به وجود آمدن برای روزهای حساس که جمهوری نکبت به سلامت از معرکه ها جان سالم به در ببره هدف دنیا مشخصه یا همین جمهوری اسلامی رو با هر ضرب و زوری که شده نگه میداره یا در نهایت جمهوری دوم رو با سپردن قدرت به دست چپها در ایران مستقر خواهد کرد تا پروژه قارت ایران متوقف نشه و در هر دو حالت مهره ها آماده و در آب نمک خوابانده شدن این بازی کثیف را فقط یک چیز به هم خواهد زد و آن هم چیزی نیست جز ایرانی شدن ما ملت ایران پاینده ایران جاوید شاه تا عبد. بهترین ها رو برای تک تکتون آرزو دارم روز و روزگارتون خوش